أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال علي عليه السلام: من أعطي أربع خصال في الدنيا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة وفاز بحظه منهما. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در این حدیث شریفی که خدمت دوستان تقدیم می‌دارم فرمودند اگر کسی در این عالم چهار خصلت رو داشته باشه، خصلت اون صفاتی است که در وجود انسان مستقر شده، این چهار خصلت را اگر انسان در این عالم داشته باشد، در واقع خیر دنیا و آخرت را نصیب خودش کرده. فقد اوتی خیر دنیا و الاخره و فاز به حظه منهما، و بهره اش را هم از دنیا برده است و هم از آخرت برده. حالا اون چهار تا صفت کدام است؟ یک، ورع یعصمه عن محارم الله. اولین ویژگی که او را سعادتمند دنیا و آخرت میکنه تقواست. گاهی تعبیر به تقوا میشه، گاهی تعبیر به ورع میشود. فلانی آدم با ورعی است یا با تقوایی است. این دو تا تعبیر تفاوتشون در اینه که در باب رعایت مسائل حرام و واجبات الهی انسان باید از محرمات پرهیز کنه، این میشه تقوا. واجبات را و صفات نیک را در خودش ایجاد کنه، این میشه ورع. و الا جدا جدا هم اگر ذکر بشه بر یکی دیگر اطلاق میشود. پس اولین چیزی که انسان را سعادتمند دنیا و آخرت میکنه ورع و تقواست. ورع اون یعصمه عن محارم الله، این ورع رو داشته باشه تا او را حفظ کنه از محرمات الهی. دوم، و حسن خلق یعیش به فی الناس. دومین چیزی که انسان را سعادتمند دنیا و آخرت میکنه اخلاق حسنه است. انسان با خودش، با خانوادهش، با همسایه ها، با محیطی که زندگی میکنه، با پیشانی باز، با روی باز، با اخلاق حسنه، اخلاق پیغمبرگونه رفتار کنه، این اخلاق نیک انسان را بهشتی میکنه. سوم، و حلم یدفع به جهل الجاهل. سوم، حلم و بردباری است. اگرچه در لابلای اون اخلاق حسنه، این حلم هم نفته است، ولی از بس مهم امیر المؤمنین علی علیه السلام اینو جدا کردن. انسان که در بین جامعه زندگی میکنه باید حلیم و بردبار باشه، آدم سختی نباشه، مسائل خیلی مشکل نگیره، با مردم رفتار حلیمانه داشته باشه که با مردم مدارا بکنه. ولذا پیامبران الهی از جمله صفات بارزشان حلم و بردباری بود، چون با مردم باید مدارا میکردن. و حلمون یدفع به جهل الجاهل، آدم های جاهل دوربر انسان زیادن، اگر انسان حلیم نباشه باید هر روز با اونها بجنگد. چهارم، و زوجتون صالحتون تعینه على امر دنیا والآخره. چهارمین چیزی که سعادت دنیا و آخرت را به دنبال داره همسر صالحه هست، زن خوب. البته همسر خوب ویژگی هایی دارد که امیر المومنین علی علیه السلام در این یه ویژگی خیلی مهمه را بیان کردن، و اون این که همسر انسان باید کمک انسان باشه در امر دنیا و در امر آخرت، یعنی در امور دنیا در کنار شوهر بازوی او باشه، و در امر آخرت اگر یک وقتی مرد خدایی نکرده میخواد در نمازش کوتاهی کنه، خانم فوری او رو بیادش بیندازه، در روزه، در واجبات، در مسائل دینی کمک او باشه. چنین همسری هم انسان را بهشتی میکنه. امیدواریم خداوند توفیق عمل به همه ما و شما کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.